عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، دوباره از برلین به ما پیوست. آقای حسینی، امیدوارم ارتباطمون باثبات‌تر باشه این بار. چقدر فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی داره به شکلی منفعت می‌بره از این کاهش خودخواسته تولید نفت عربستان؟ درود دوباره به شما و وقتتون هم بخیر. ببینید، ماجرا همون تخاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسلیسانه. این اتفاقی که در روسیه و اوکراین افتاد و جنگی که اتفاق افتاد، یک کشورش رو جمهوری اسلامی که علنی همه چیزش رو گذاشت در این قمار و بازی کرد، حالا اینکه ببره یا ببازه رو من نمیدونم، یک کشوری هم مثل عربستان که خیلی خوب داره با روسیه همکاری میکنه به خاطر تضاد منافعی که دولت عربستان در بازار انرژی و در سیاست‌های کلیش با دولت بایدن در آمریکا داره، و نمونه‌اش هم این بازی با قیمت‌های نفت و کاهش تولید نفته که ما هر از چنگایی می‌بینیم که که همکاری روسیه تولید نفت رو کاهش میدن، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، هم روسیه به نفعش میشه، هم عربستان سود کلانی می‌بره با 10 میلیون 12 میلیون روزانه تولید نفت، و از این ور حالا جمهوری اسلامی هم میتونه منفعت ببره. اما تکمیل کننده این منفعت، پیرو همین صحبت‌های قبلی قبل از این قطع شدن تلفن، این شلومدن دولت بایدن و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و تحریم‌های نفتیه. اینکه حالا ته این ماجرا به کجا ختم میشه، آیا بایدن قرار امتیاز زیادی بگیره و این بده بستوناست با ایران، اینو باید بعدها نزدیک انتخابات آمریکا ببینیم. اما خب در کل تا الان وضعیت به نفع جمهوری اسلامی شده، لااقل در فروش نفت. کوتاه اشاره کردید به چشم‌پوشی آمریکا. حرف از اینه که ایران چیزی در حدود 3 میلیون بشکه نفت در روز داره تولید میکنه، حدود نصف اون رو گمان میکنیم که داره صادر میکنه عموماً و اصولاً به پالایشگاه‌های چینی. چقدر این اهرم چانه‌زنی رو اتفاقاً برای آمریکایی‌ها ضعیف کرده، نمیدونم، شاید هم قوی کرده که ایران چنین حدی از آزادی عمل رو داشته که اینقدر نفت بفروشه؟ به متاسفانه ما از بده بستونا که فعلا خبری نداریم، اینکه آمریکا در قبال چه چیزهایی، چه امتیازهایی اینجوری داره روش رو بر میگردونه و نگاه نمیکنه به اون ور بازار نفت که چقدر جمهوری اسلامی داره به چین نفت میده. اما خب در کلیت ماجرا به نفع آمریکا هم هست، چون این افزایش قیمت نفت سبب میشه که آمریکا دلش بخواد نفت کشورهای تحریمی مثل ونزوئلا و یا ایران وارد بازار بشه، به دو دلیل. یکی اینکه خب انتخابات داره و قیمت بنزین و سوخت در آمریکا قطعا مهمه واسه دولت بایدن، و یکی هم افزایش قیمت نفت از اون ور به نفع همه جانبه، به نفع روسیه و ارباب پوتینه. و حس میکنم که اون پشت وقتی شفاف نیست، همه چی مبهمه، حتما به نظر من یه خبرهای اون پشت و اون زیر هست که به نظر من 4-5 ماه آینده ما بهتر میتونیم تحلیل کنیم که چه اتفاقی افتاد. سوال بزرگ، البته خودت هم گفتید در مورد پشت پرده که اطلاع نداری، ولی فکر میکنم سوال بزرگ این هستش که آیا این امتیازی است که ایالات متحده به جمهوری اسلامی داده در قبال یک سری امتیازاتی از سمت ایران، یا فقط چشم‌پوشی به قول شما به خاطر پایین آوردن قیمت انرژی در بازار؟ تحلیل خودم اینه که ما شاهد یه بدبستونه‌هایی هستیم، یعنی پازل رو که کنار هم می‌چینیم، این تیکای پازل رو که کنار هم می‌چینیم، این پول آزادسازی گروگان‌های آمریکایی، باز شدن سویفت واسه جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی 6 میلیارد دلار دیگه روی پالت نمیذاره پول نقد و 7-8-10 تا صندلی مثلا هواپیمایی ماهان رو بلیتشو بخره و این پولا رو وچیون کنه وارد ایران کنه، مثلا دوران حج قصر حجر. من اسم میکنم که اینا رو که کنار هم میذاریم، برایندش اینه که اون پشت بدبستونایی داره اتفاق میفته و ماجرا یه چیز دیگه، فقط صرف این قیمت نفت، انتخابات آمریکا و یا این چیزها نیست. بالاخره بایدن تمام تلاشش رو میذاره که انتخابات آمریکایی برگی برنده‌ای رو کنه دیگه. ممنونم. اگر نه ترامپ فکر میکنم با دست پر میاد سراغش. سپاسگزارم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین.